شما صدا رو از تبلت میشنوید دیگه؟ نه من هنوز نه، هنوز لایف نشدیم. بله الان نشون میده. الان نشون میده. درود بر هم میهنان عزیز. ما امروز تکنیکال دیفیکولتی داشتیم، مشکلات فنی داشتیم و من تا الان موفق شدم که این برنامه رو به صورت لایو اجرا بکنیم. درود بر شما دکتر کیومرث زند کرمانی، درود بر شما بانو آناهیتا زند، برنامه در اختیار شماست، بفرمایید. بله درود بر شما کدوان بسیار گرامی ماندگی ناپذیر، همیشه در کوشش و تلاش. درود بر هم میهنان گرامی. درود فراوان. من از تبلت گوش کردم و دیدم صدای ما خوبه، بد نیست. خوب. در خدمت هم میهنان هستیم. بله امروز مهشید 18 تیر 2551 از بیانیه آزادی کوروش بزرگ برابر است با 8 جولای 2012. امروز در واقع سال روز اون جنبش رستاخیز 18 تیر و اون سرکوب وحشیانه رژیم هم هست در زند و ادامه دارد این مبارزه چیزی نیست. این دفعه نمیتونن ما رو نابود کنن. این جودو کریستیان اسلامیک فاندمنتالیست جنایتکاران جهانی، دفاع آریایی و آریایی تباری و آریایی برجاوند بر زمین پیروز خواهد شد. ما امروز به مناسبت یک کشف در واقع جهش خیر کشف که چه هست کنم کشف مثل امریکا رو که ما امریکا رو کشف کردیم. من این همیشه در فرهنگ ایران بوده به اسم تخمه زاینده. خودتا تخمه زاینده از خیش و خب اینا هم میدونیم که فرهنگ ایران و اینا موقعی که عمدتا نابود کردن بقیش هم دزدیدن و بعد در قرنهای اخیر داره به هر حال بیرون میاد و دانش به شکل دیگه ای به هر حال نیمه بند و دم بریده را خودش رو طی میکنه، زیرا که تحت تسلط جامعه سودپرست یا سوداگر و جامعه مهر پرست یا مهرتبار تحت سلطه قرار گرفته و سودپرستان و آدم خوران هستن که کنترل همه چی رو من جمله دانش رو کودان کد یا علم رو با حال خودشون اختیار دارن. آیا برحال در همون زیر تسلط جنایت و پستی و رذالت سیستم استثمار انسان از انسان چند هزار سالی بیشتر نیست اینا بر جهان حاکم شدن و بزود و کارشون تمومه، باز هم دانش پیشرفت خودشون میکنه ولی به شکل برسا بون بریده و دون بریده. اما انقلابی که در یا اون فراپویشی که در ساینس بین 40-50 سال اخیر صورت گرفت شاید میلیون ها یا میلیارد ها به مراتب بیشتر از اون چیزی که در این چند قرن اخیر به اصطلاح بعد از بیداری اروپا کدام کد یعنی بعد از بیداری چه هستن بعد از اون که کتاب های ما رو دزدیدن ترجمه کردن به اسم خودشون بیرون دادن، این جهش در این 40 سال اخیر بی نظیر بوده در تاریخ و فرهنگ بشر از زمان فرهنگ ایران باستان. یعنی از اون زمان ما این دانش رو داشتیم، نه به شکل تکنیکی پیچیده امروزیش و به شکل کانسپچوال یا مفهومی، و این کانسپچوال یا مفهومیه که پایه های این جهشی که امروز صورت گرفت دیروز یعنی در از چند روز پیش اون چیزی رو که ما پارسال به هممیهنان قول داده بودیم نویدش رو داده بودیم که پس از اینکه بالاخره بشر تونست از زیر دست این به اصطلاح دانشمندای تحت تسلط دانشگاه‌های به اصطلاح توراتی اسمش حالا بذاریم یا یهودی اسلامی یعنی آدم خوری در بیان،
این کسانی که جلوی این پیشرفت دانش کوانتوم مکانیک در این چند سال گرفته بودن، در این 40-50 سال اخیر گرفته بودن، البته اینشتین با اون رولوشنی که ایجاد کرد در تفکر، سیستم درست فکر کردن راجع به ریاضیات پایگذاری کرد دوباره. پس از اون که ریاضیات ایران از بین رفت، ریاضی باستان ایران، ما صحبت از 1000 سال 2000 سال نمی کنیم، صحبت از 10-12-18-30 سال می کنیم. به هر حال زمانی که دانش از بین رفت و تحت تسلط اینها دوباره یک سیستم جدید پایگذاری شد، سیستمی که همون بود ولی تحت تسلط رسا سیستم سود پرستانه، یعنی دانش در خدمت سود شخصی و شکم زیر شکم به اصطلاح توراتی ها بخوری و بیاشامید زیاد چیدا. این دانش موقعی که به کوانتوم مکانیک رسید میخواست جهش کنه و میخواست که بدون من از کجا آمدم و کی هستم، و این خاری بود در چشم همین آدم خوران کنترلچی جهانی، سرمایه جهانی، آدم خوران جهانی، و جلوشو میگرفتن. از جمله یک مردکی که به اسم هاکینگ که کرسی چیز دانشگاه چیز انگلستان و زهر مار انگلستان رو در این سالها جلوی پیشرفت این دانش رو گرفت، با اینکه خودش هی ادای تایم و سپیس و فران اینها در می آورد، ولی با کلایدرهای بزرگ مخالفت کرد، با ساختن تایم ماشین مخالفت کرد. همین ها هاکینز ملعون که هی علمش کردن تو چشم ما، برای 40 سالی جلو پیشرفت علم رو گرفت. برای اینکه اگر شخص میشد که این چیزی که امروز میخوام راجعش بهش صحبت کنیم، تخمه زاینده، خدا در فرهنگ ایران، این اگر روشن میشد، زفت این کسافات توراتی نمیدونم قرآنی فلان اینها، بس این چیزی که چند هزار سال روی زمین حاکم کردن، دمسور میشد. یه خب به هر حال دیروز پیروز این پیدا شد و با اینکه اینا 20-30 سال عقبش انداختن، اسمش هم از هیگز بوزن. هیگز بوزن علتش چیه؟ هیگز دانشمندیه که اولین بار که گفت یه همچین پارتیکل یا همچین فورسی باید در جهان باشه، و اکادمی کثافت انگلستان این رو هی پس زد توراتی و این آشکالایی کرده دیگه، آمریکا و انگلیس و کثافت اینا مال این کثافت دیگه، هی اینو پس زدن تا بالاخره کم کم مجبور شدن بپذیرن بر اثر فشار ریاضیات، و دانشمندان جهان پذیرفتن و اون آشکال ها مجبور شدن بپذیرن اوکی باش همچی چیزی باید باشه، حالا چجوری میخوای پیداش کنی. بعد کلایدر ها که میخواستن درست بشن اینا جلوشو میگرفتن، من جمله همین هاکینگ. و برحال هایدرون کلایدر موقعی که پار سال را افتاد، ما به دوستان نوید داریم که امسال سال جنبش تاریخ خواهد بود از نظر دانش هست، و جهش تاریخ خواهد بود. Lo and behold، به قول امریکی ها Lo and behold، الان 8 ماه بیشتر از این نگذشته که ما میبینیم که هیگز بوزن پیدا شد. خب حالا من بود میخوام توضیح بدیم به دوستان خیلی کوتاه دانشی رو که بشریت داشته به دلیل آدم خوری جلوشو گرفتن و سرکوبش کردن چند هزار سال. فراپویش چیزی نیست که جلوش ها بتونن بگیرن. فراپویش راه خودش رو ادامه میده و کند میشه، ولی جلوی تکامل که کلمه غلطیه از نظر علمی، هیچ کامل نمیشه، همه چیز در حال نو به نو شده، همجور که فردوسی در صفحه اول شاهنامه به ما میگه، یعنی فراپویش، یا انگلیسیش یه خود بهتره evolution، ایوارب شدن، جلوش هیچی نمیتونه بگیره. حالا چه آدم خور توراتی باشه، چه فاشه صاحب کره زمین باشه، چه نمیدونم آجرساز آجرکز فراماسیون عقب مونده چغلغوز کج کله جود باشه، فرق نمیکنه، هر آشغالی چه جود چه سید کثیف ریشدار بو مدفوعی باشه، اینا فرق نمیکنه، چه محمد تازی، چه نمیدونم ابراهیم جاکش به اصطلاح، به قول خودشون زنکش به اصطلاح،
نمایش کنیم جلوی تاریخ. البته بخشی از اینها داستانه و اینا سعی کردن با این داستان جلوی تاریخ بگیرن و دیدیم که بخشن موفق شدن و این یک کمدی تراژدیه که در این چند هزار سال بر بشر بالاخره حاکم شدن. ولی گفتیم فراپویش امروز این جهش تاریخ رو کرده که البته اینا سعی میکنن از دسترس مردم به دور باشه، فقط میان مثلا یه جایی توی کانال میگن آه مثلا هیگز بوزون هم پیدا شد. خب نامثل یه برنامه یه ساعته مثل این که اینا 24 ساعت آشغال تو گوش مردم میریزن، یه برنامه یک ساعته نمیتونن برای بشریت بزنن که خب جریان چیه. خب اینا چون میده که دانش در تسلط اینها هست هنوز بینا نمیذارن. چیزی که امروز توی دانشگاه دارن درس میدن راجع مثلا به الکترون، اون چیزی که 1928 اون الکترون دور اتم میچرخه جون همش اینه که این عقب موندگی فرهنگی رو ما باید همراه با همیهنان اینی که امروز من کوتاه تا اونجایی که میتونم بیسیک با بیان ساده بدون که سعی کنم سر دوستان در بیارم این رو توضیح بدم. خب ما در برنامه های پیشین چه در برنامه های فردوسی و صفحه اول شاهنامه پیدایش هستی یا آفرینش، یعنی آفرین کردن بر پیدایش، ما باز کردیم که در فرهنگ باستان، در فرهنگ ایران، امروز ایران هم همینطور، پیدایش بر اساس گشایش اول از آتشی تابناک و بعد نو شدن و بعد پیدایش اون گنبد تیز رو، یعنی همین چیزی که امروز هیگز بازون درش در حال وایبریشن هست، یعنی هستی ما که 13.7 میلیارد سال پیش از نقطه کوچکتر از اتم یا پروتون یا نوترون یا سب اتمیک پارتیکل باز شده و با سرعت نور در حال گشایشه. در داخل این توپی که با سرعت نور داره باز میشه، ذرات اولیه‌ای که در داخل انرژی اولیه هیدروژن رو ساختن و از هیدروژن المنت های دیگه 92 المنت و غیره و غیره به وجود اومد که بعد اینا با هم در انتراکشن با هم میدونیم که المنت های پیچیده یا عالی ساخته شد و دی ان ای و تک سلولی و پر سلولی و حیوان و انسان برای پویش. خب اینو ما امروز به دقت میدونیم، لحظه به لحظهشو میدونیم، چیزیش بر ما پوشیده نیست. چیزی که بر ما در فرهنگ ایران هم اومده، شاهنامه همونو خیلی قشنگ خلاصه کرده، بی نظیره، هنوز هم درش چنان راز و رمزی هست که هنوز در آینده کمک خواهد کرد به پیشرفت دانش جهان. مثلا ابر 10 و 2 7 شد کت خدای، تازه داره معناش بیاد برای کوانتوم ریاضیات کوانتوم مکانیک روشن میشه بره. که امروز هم رو یکی از همین ها اینه، همین امروزی که ما اون 16 پارتیکل هایی که 16 سب اتمیک پارتیکل هایی که 16 نوع تا اینجا رو ما توی مثل چیزی شبیه جدول مندلیف که مندلیف اونا رو اومد عنصر های به وجود اومدن رو یا به اصلا الیمنت یا اخشیج های به وجود اومدن و پارت های به وجود اومدن دست بندی کرد و گفت بین اینها چیزی نمیتونه باشه و بر اساس وزن اتمیه به تعداد الکترون پروتون و نوترونه، پروتون و نوترون دسته و الکترونی که دورشه، این هم همینطور. این 16 المنت ما میدونیم که ما اون 8 مرحله پردیسی که انسان به آزادی فکر و دانش میرسه و در پردیس پای میناله، 7 مرحله فراپویی داشت در و حرکت انسان یا در مبارزه قهرمان برای رسیدن به آزادی یا به پردیس یا به پیر یا نیروانا یا پیر شدن، یعنی خدا شدن، خود عطا شدن، هسته ای زاینده شد، خود خدا شدن. میبینیم که اینها رو ما پیش از این باز کردیم در برنامه های فردوسی رو دوستان حتما گوش کنند. و اینه که این 16 سب اتمیک پارتیکل که این 2-8 رو نشون میده و اون 8 بعدی ما رو به 24 ویبریشن میرسونه که از 10 ویبریشن اصلی 10 دیمنشن یا 11 دیمنشن امروز اگه بخوایم بهتر بگیم، چون البته اون آخری 11 یا 11 میفته توی اون به اصطلاح شماره های 24 یا 16 بعدی اون 10 دیمنشن که امروز ما بر اساس محاسبات ریاضی دقیقاً دوستان میتونن
کتاب های ریاضی رو بخونن یا تایپ کنن 10 dimensional universe، 10 جهان ده بودی، متوجه میشین که بیسیک ماجرا رو متوجه میشن. یعنی بیسیک رو متوجه بشین، بعدن کم کم این پایه دانش شما رو جلو میبره. ابرده در شعر اول فردوسی، این ابرده نشون دهنده دانش انسان از و اون پرسپشن انسان از ده دیمنشنالی که ما میتونیم راحت باش از محاسبات ریاضی دست. و دست پیدا بکنیم. البته تئوری اینی که ممکنه به همین شکل این بالا میره، گفتیم 14 16 24 48، اینا دیمنشن هایی که اینگونه بالا میره و شاید تا بی نهایت. این دیمنشن ها لزومن فضاهای باز در حال اکسپنشن نیستن، مثل فضای باز ما که 13-7 میلیارد سال پیش در حال اکسپنشنه. این دیمنشن میتونه به صورت نقطه کوچکتر از یک سب اتمیکال یا بوسان یا الکترون یا کوچکتر از یک کوارک باشه، ولی همون پتانسیل رو، پتانسیل اون باز شدن و تبدیل به چنین فضای عظیم با این همه جرم و هستی درش داره. یعنی میتونه بعضی از این دیمنشن ها کاملا بسته باشه. حالا این دیمنشن ها در موازی با هم، اگر یه جای اینا در حال وایبریشن به هم تماس پیدا بکنن، از اونجاست که این یکی از این دیمنشن ها یا دوتای این دیمنشن که ممکنه بی نهایت کوچک باشن، لیمیت آف زیرو باشن، شروع به باز شدن بکنن به صورت منفی از یک دیگر. یعنی چی؟ یعنی که تایم توش به صورت از این وری جلو میره، سپیس هم از این وری جلو میره، تو اینکه درست در مخالف اون و درست کپی اون، یا it's double به صورت میرور ایمیج از اون وری میره. این آیا این درست فهمیدم با این به صورت مطالعات کمی که داشتم در مورد کوانتوم فیزیک، این دو بود برای نمونه دو بودی که در مقابل هم قرار میگیرن، از این به عنوان فرضی بگیم این ده بود اصلی، دو بود اونهایی که در مقابل هم قرار میگیرن و که باعث به وجود اومدن یک بیگ بنگی سوکالد میشه. آفرین. برحالی که یعنی most probable تئوری به قول معروف اینه. الان تا حالا هم ما دنبال این پارتیکلی که میگشتیم امیدوار بودیم که این تئوری درست از کار در بیاد و دیدیم که درست از کار در اومد. و من یه سری چیزایی راجع به این حیران کننده میگم و این مسئله داره خیلی زیاد باز میشه، در نتیجه من مجبورم مقدار کوچکترش کنم بیارم روی این کالایدر که اینو کشف کرده پیدا کنیم بساس گفتگو بکنیم. پس گفتیم هیگز بوزن چی بود؟ آقای هیگز که به دنبال یک میدیوم یا یک فورس میگشت که بدونیم که ما این سب اتمیک پارتیکل های ما، فرض کنین کوارک ها، نمیدونم فوتون، الکترون، بوسان، گلوان، نیوان، 16 تا رو شما به هر حال لیست کنین، این سب اتمیک که توی این جدول میگنجن، اینها که سازنده هسته اتم هستن، یعنی پروتون و نوترون رو میسازن، پروتون و نوترون میرور ایمیج هم دیگن و یه الکترون، فرض کنید ساده ترین هیدروژن، یک الکترون به دور یه پروتون و نوترونی که به هم چسبیدن، برای اینکه تئوری هیگز، آقای هیگز که سالها پیش من اگه اشتباه نکنم 30 یا 40 سال پیش اینو مطرح کرد که باید یک میدیوم باشه، یک فضایی باشه، یک فورس باشه که این پارتیکل ها، این سب اتمیک پارتیکل ها که آزاد هستن هنوز در فضا و تبدیل به اتم ها نشدن، هنوز در این فضایی در حال گشایش با سرعت نور اینا آزادن، اینا بعضیشون چرا جرم دارن؟ ما میتونیم جرم اینها رو در به سراب چیز خودمون در لابراتوری خودمون اینا رو اندازه بگیریم با سیستم های الکترونیکی، چرا بعض از اینها به نظر میاد جرم ندارن و با سرعت نور حرکت میکنن؟ مثلا سب اتمیک پارتیکل بعضیا یه ذره کمتر از سرعت نور حرکت میکنن چون یه ذره جرم دارن، در نتیجه 99.9% سرعت نور میرن، مثلا به جای 300,000 کیلومتر در ثانیه 299,999 در ثانیه حرکت میکنن. ولی فوتون
که نور باش خود مثلا یکی از این سب اتمیک پارتیکل هست واسه نور حرکت میکنه، جریان چیه؟ به نظر من اصلا جرم نداره. در صورتی که اون هم جرم داره، ولی ما نمیدونیم چرا با سرعت نور حرکت میکنه. در اینکه این آقای هیگز مطرح کرد که یک میدیوم هست، یک پارتیکل در اصل، مثل خارج از این 16 پارتیکل، یک چیزی که این پارتیکل را در میان میگیره، یک میدیوم یا یک فضا، یه ماتریکس هست، یه فورس هست که سر این جریان دارک فورس اینا هی هم دانشگاه مزخرف جهودی همه رو گیج کردن، اسمشو دارک انرژی گذاشتن. بله. که مردم عادی متوجه نشن که این انرژی نیست، انرژی خودش یعنی میتونه تبدیل به ماده بشه، این چیزی، این فورسیه، اون میدیومی هست که باز در این لحظه باز اکسپنشن یونیورس داره میشه. حالا ارتباطی اینها رو میرسن بهش. به هر حال امروز بعد چیزی که درست کاری که تونستن بکنن که یک به هر حال این کلایدرها رو به هر حال تونستن درست بکنن، کلایدری که در اروپا هست الان، در سوئیس، بین سوئیس و چند کشور دیگه زیر کوه درست کردن، زیر زمینه، یک دایره عظیمه که توش الکترون رو پروتون رو شتاب میدن. حالا پروتون چجوری شتاب میدن؟ من خیلی کوتاه این رو میگم. پروتون رو میخوام عکسشو بذارم. حتما چندین عکس کجا بود؟ اینجا انتخاب کردی. کدوان من چند تا عکس میتونم بذارم؟ دوستان حالا در این تا کدوان میرسم، این ده بودی که صحبت ازش میکنه برای که دوستان متوجه میشن، این روشنتر بدونن، این چهار دیمنشن فضا و تایم هست، به اضافه اون مدل شیش دیمنشنالی که کلودی اگه اشتباه نکنم نام دادن که حالت ستاره مانند ریشه داشته باشه، که اون شیش دیمنشن دیگر، شیش بود دیگر رو بربر میگیره که مجموعاً ده بله اون اتیمشن خواهیم رسید. من میخوام بحثی مقدار کانالیزه بکنم به طرف اینکه ما چگونه اینو پیدا کردیم. دکتر زن با پوزش جانم. تا پیغام شما به من برسه این 45 ثانیه طول میکشه. به هر حال بله بفرمایید. باشه میخوام یه سری همجور که صحبت میکنم دوستان خسته نشن من یک سری عکسم بذارم. بفرمایید. در ضمن دانشمندان تمام دنیا در این پروژه شرکت کردن، در این پروژه بساز سرن، این سرن لابراتوری و کلایدرهایی که میخواستن این هیگز بوزون رو پیدا کنن، و 10 تا از دانشمندان ایرانی در تهران فکر میکنن در این رابطه، برای که خیلی در محدوده وسیع بعد کلکولیت میکردن، در محاسبات این به سر آزمایش شرکت میکردن و هزاران نفر از دانشمندان سراسر کشورها در این پروژه بودن. بله برای من اول یه عکس از این کلایدر میذارم که چطور این ذره رو ما پیدا کنم، بعد توضیحش میدم که اصلا ماجرا چی هست. اجازه بدین یک میدان شتاب دهنده رو میتونیم. بعد اجازه بدین که من یه دونه عکس از این، من اول اینو میذارم که دوستان بدین راجع به چی صحبت میکنه. خب دوستان اینجاست، ببینین ما فیلد درست میکنیم، یه فیلد، یک چند لحظه به من اجازه بدید که با هم همزمان باشیم. به هر حال این تصاویر اولیشی که من درست کنم، بقیهش دیگه درسته. بفرمایید. درسته باشه چشم. خب شما پشت این یه صحنه آبی میبینید، یه مقدار خطایی میبینید که دو زدن و خودشون برگشتن،
یه سری خبرها هم که پخش شدن به اطراف. این چیه؟ این ما یک در یک دستگاه عظیم بزرگ شتاب دهنده پروتون بیمه هیدروژن گرفتیم، بردیم توی محفظه، این هیدروژن رو زیر یک بار الکتریکی بسیار قوی چیزش رو جدا کردیم، ازش نوترون رو ازش جدا کردیم، پروتونش رو از یه سوراخی فرستادیم داخل یک محیط الکترومگنتیکی که پر از چیزه، پر از آهنربا یا به اصطلاح مغناطیسه. مغناطیس به شکلی صورت گرفتن که مغناطیس با موقعی که این پروتون، این پروتون داره حرکت میکنه، هی به این انرژی میدن، هی به این انرژی میدن، این شروع میکنه دور زدن، اول تو دورای کوچیک، بعد میندازنش تو اون دایره بزرگی که یک کیلومتر یا چند کیلومتر به اصطلاح سیرکونفرنسشه یا قطرشه به اصطلاح، یا از این ور تا اون ورشه. اوپس من گم کردم چیزی رو. اوکی برگشت. و بعد از اون که به هر حال یکی از این پروتون ها از این ور و یه دونه دیگه هم در یک دایره از این دیگه از اون ور با همون سرعت بهش میدن، ولی با جهت مخالف این یکی، اینها که نزدیک به سرعت نور رسیدن، سرعتشون بعد از اون که به هر حال انرژی بسیار فراوانی، اگه اشتباه نکنم 70 ترا ولت، یعنی 70 تریلیون ولت انرژی باید به الکترومگنتیک تبدیل بشه و بعد اینها رو شتاب بده. در ما میخوایم تازه یک پروتون رو شتاب بدیم. شما در نظر بیاد که چه فرسی در هستی این هم پروتون رو به قول معروف شتاب داده، بعد چسبونده و بعد هستی من و تو از اون زاده شده. خب ما دنبال اون فورس یا اون میدیوم میگشتیم که اسمشو الان میذارن گاد پارتیکل، سعی میکنن این مسیحی ها و جوده و نمیدونم هست انگشت یهوه هم اون نقاشی میکلانش هست، نقاشی من انگشت یهوه رو چسبوندن اون چسبن به اون مسخرگی که ذهن انسان میخوان ابله نگردن، هر جور شده این جوده نمیخوان مثلا به قول معروف شما رها بشید. این دوتا الکترون، دوتا بازم میخوام پروتون پوزش میخوام، موقعی که بالاترین سرعتش امکان ما با هم بتونیم بهش بدیم رسیدن، اینها رو در داخل یک محفظه خیلی پروتکت شده مقابل هم قرار میدن، بعد در داخل محفظه لایه های متفاوت سیلیکون هست که موقعی که یک چیزی منفجر میشه و یک پروتون باز میشه از خودش، یک ثباتم که خود پروتون ثباتم چیکته، این چیزایی که امکان داره در هستی وجود داشته باشه، در هستی ما، در تایم سپیس ما، اون چیزی که در دانش ما گفتیم دل هر ذره را که بهش کافی آفتابی نهان بینی، این آفتاب ما داریم در می آفتاب موقعی که ما هسته اتم پروتون و نوترون از هم جدا میکنیم، این آفتاب در میاد و تبدیل ای کول ام سی سکوئره فرمولش انرژیش. حالا اگه ما بخوایم اون ذراتی که رها شدن اونا رو بگیریم و بشکافیم منفجرشون بکنیم ببینیم چی از تو اونا در میاد که کوچکتر از اون دیگه خود اینا که متوجه میشیم چگونه حرکت میکنن، خاصیتشون چیه، به چه دلیل وجود دارن، چون تا حالا ما میشناختیم که اتم وجود داره موقعی که اتم میشکافیم انرژی خلاص میشه، ولی دلیلشو نمیدیم، یعنی چراییشو، دلیل تکنیکیشو میدونیم که انرژی خلاص میکنه، ولی انرژی از کجا میاد امروز ما میدونیم از کجا میاد، به خاطر اینکه این هیگز بوزن چند روز پیش پیدا کرد. خب اون وقت این ذره که خرد میشه، پروتون که خرد میشه، ذراتی که از خودش بیرون میده تو این لایه های سیلیکون که مثل کاغذ فیلمه، کاغذ فیلم حساسه، از خودشون یک به صورت چهاربعدی یک اثر از خودشون نشون میدن، روی سه بعدی در است، یعنی اون میتونیم دنبالش رو بگیریم، خطاری که
ببینیم میتونیم دنبالش رو بگیریم اثرش رو پیدا بکنیم که اینا چیا در لحظه ای که ما دو نوترون رو به هم زدیم، دو تا پروتون رو به هم زدیم و اینا شکافتن. نوترون هم میشه ولی خب مشکل تره، دلایلی داره، دلائل تکنیکی داره که دو تا پروتون رو به هم زنیم، چون در دل هسته هستن و خب هسته سازنده هسته اتم، اتم سازنده هر چی که در هستی امروز میبینی همه اتم هاست به شکل سالی. ما میخوام به انرژی خالص برسیم. ببینیم انرژی خالصی که در لحظه بیگ بنگ به هم چسبیده و سب اتمیک پارتیکل ها، کوارک ها و این 16 المنت درست کرده و بعد 4 فورس یا 5 فورس ازش به دنیا اومدن و اینها چی بوده. امروز ما خدا رو به قول معروف پیدا کردیم و اسمش هم در فرنگینا از خدا عطر، تخمه زاینده، یه موجوده که ابله در آسمان نیست، یه موجود گنده نیست در آسمان یا مزخرف بدون نیست، چیه؟ تخمه زاینده. این تخمه زاینده شما عکسش رو امروز دارین میبینید، این تخمه زاینده، این ثبات پارتیکل ها میخواستیم ببینیم چرا تعدادشون وزن دارن، چرا تعدادشون وزن ندارن، چرا اینطوری حرکت میکنن، چرا یه دی با سرعت نور حرکت میکنن، یه دیشون با سرعت پایین نور حرکت میکنن. بالاخره متوجه شدیم که اون میدیوم، اون چیزی که فضای ما که باز شده از 13 میلیارد سال پیش، یک فورس یا میتونیم بشیم یک نوع پارتیکل یا یک نوع سترینگز آف انرژی به صورتی میدیوم حرکت میکنن و تعدادی از این سبتومی پارتیکال در داخل این میدیوم موقعی که حرکت میکنن بسیار این فضا یا این بود یا این هیگز فیلد، این فیلد مقاومت نشون نمیده در مقابل اینا، با سرعت نور حرکت میکنن و این فیلد در مقابل بعضی پارتیکل های دیگه دقیقا به خاطر محاسبات ریاضی که میدونیم چرا هر پارتیکل الان جرم خودشون نشون میده به سرعت چیزتر حرکت میکنه، یواشتر از سرعت نور، یک ذره یواشتر از سرعت، در نتیجه ایجاد جرم میکنه. پس ما متوجه شدیم که ما میدونستیم که جرم وجود داره، میدونستیم چطور عمل میکنه، ولی چرا جرم داره، چرا ذرات جرم دارن، چرایی التیمت نهایی رو دلیل مقاومت میدیوم هیگز فیلد در مقابل ذرات سب اتمیک پارتیکلی که از ذرات همه چیز ساخته شده، من جمله اتم ها ساخته شده و یعنی پایه انرژی و اتم، یعنی انرژی و ماده یا پارت و نیرو بله. اونجوری که فهمش میشه، من اگه درست فهمیده باشم، یعنی این ذرات یا سب اتمیک پارتیکل ها که در یونیورس حرکت میکنن در این هیگز فیلد یا این ماتریکس یا این مثلا زمینه ای که در یونیورس وجود داره، به خاطر حرکت هر ذره ای در این ماتریکس، در این زمینه، بعضی استحکاک کمتر دارن، بعضی استحکاک بیشتر دارن با این فیلد، برای همین هم جرمشون یا مسشون وزن و یا جرم متفاوت داره. دقیقا درست گفتیم، جرم متفاوتی از خودشون نشون میدن و اصلا جرم نشون میدن، اصلا نشون میدن که چرا جرم وجود داره. و گراویتی امروز حل شد، اون چیزی که ما اسمش رو مه یا گراویتی یا کشش گذاشتیم، همین فیلد فورسه که چه کار میکنه، باعث به وجود اومدن کشش میشه، باعث به وجود اومدن واکنش انرژی در داخل همدیگه میشه. سببی که ما رو ساختن اینا چگونه ماس یا واقعیت پیدا میکنید، ولی حس میکنید دستتون رو موقعی چیز رو بارم میکنید جرمش رو حس میکنید. خب ما میدونیم که به زمین اینو میکشی به طرف خوش ما حس میکنه، خب ولی ربطی به اون نداره. این که اصلا چراییه این که این جرم وجود داره در فضا و گراویتی یا کشش یا جاذبه به قول معروف روی اون چگونه عمل میکنه، امروز ما متوجه شدیم که چرا رایش اون فیلد هیگز فیلد و چی شد. امروز ما پیداش کردیم، یعنی یکی از این، یعنی دو تا از این خطایی که میبینید اینجا در لابراتوری متوجه شدیم که این پارتیکل نه تنها تئوریتیکلی باید وجود داشت موقعی که این اتم رو، این دو تا پروتون رو به هم زدیم، رو اند بیهور دیدیم که
این دو تا از هم جدا شدن و اثر خودشون نشون داد. حالا اینکه چگونه اینا به اصطلاح تجزیه و تحلیل میشن که اینا از هم جدا میشن که کدوم پارتیکل کدوم پارتیکله، این کار حضرت فیله که شما باید حضرت فیل بشید و خودتون برید مطالعه بکنید، برای اینکه الان چندین هزار دانشمند در صد تا صد دومه جمله از ایران از هند که اکثرا تعداد زیادشان از هند، نمیم آریایی ها چون کلمون بزن مزرم که کشور دیگه هستن بدون ایرانی هندی زیاد کنید. آره دیگه آریایی هم دیگه این آره انشتن هم اعتمالا از یه طرفش آریایی بوده، حالا ظاهرا جودم شده باشن فامیلیش فرق نداره، مهم اون انسان های بازفکری هستن که اینها رو چندین هزار سال پیش روی زمین پای گذاری که این کانسپت رو این مفهوم ها رو ما میدونستیم، نه به شکل این که این ذرات رو به هم منفجر بکنیم و ببینیم، اینا رو در توان تمرکز خودمون پیدا کرده بودیم و بر این اساس پایه های فرهنگی علمی دانش دانشگاهی خودمون رو ریختیم. البته دقیق نیست از باز ریاضی هم فرمولاش به دست اومده، شاید هم به دست انشتن یه جوری رسیده چون معمولا توراتی ها در دست نه در دستشون بوده. بله بله در اروپا بله. این موضوع اینه که ما اینها رو به شکل کانسپچوال دوستان مطالعه بکنه صفحه اول فردوسی رو یا به گفتمان های ما در مورد فردوسی آفرینش گوش کنن که در یوتیوب های تو اون سایت در یوتیوب های ما هست، در سایت فردوسی ها در آرشیو فردوسی هست، پایه هاشو گذاشتیم و من اینو بگم که اینها به شکل کانسپچوال تمام گفته شده در فرهنگ ایران. شما به بندهش مراجعه بکنیم زمانی که نیروی هستی از بیکرانگی، یعنی زمانی که هنوز فضای ما باز نشده بود، بیکرانه یعنی زمان یعنی هستی کرانه نداره، تایم سپیس توش وجود نداره، تا هر جا بری به هیچ جا نمیرسی. آفرین هایپر سپیس یه خارج از بعد ما، یعنی جایی که بعدهای دیگه در کنار هم در حال وایبریشن هستن، حالا در نقطه کوچکتر از پروتون و نوترون و ثابت همون پارتیکل یا فضای باز شده مثل ما که با سرعت نور در حال گشایش با 13.7 میلیارد سال پیش فرق نمیکنه. نه همه فورس هایی هستن که زیر این وایبریشن سیستم به قول معروف سترینگ دارن کار میکنن و به همین دلیل امروز ثابت شد که نیروی با وجود آورنده این نمیتونه وجود داشته باشه. نکته اساسی اینجاست دوستا، یعنی زودتر اینو میخواستم عرض کنم که هیگز بوزان نشون میده که خودته یا تخمه زاینده is infinite، یعنی همیشه هسته، بوده و خواهد بود، نمیتونه از بین بره، نمیتونه به وجود بیاد، appear and disappear میشه، مثل شیواست، شیوا که از این دست که میده از دست دیگه میساز، از این دست که مرگ تو رو میگیره از اون دست تو رو زنده میکنه، یا بعضها تو که یعنی همون سباتم پارتیکل ها هستی، نه احتمالا اسمی که داری یا اون ذهنیتی که داری. شگفتی نماینده نوبنوه، شگفتی نماینده نوبنوه در حال حرکت، هیچ وقت نمیتونیم شروعی براش داشته باشیم یا اتمام براش داشته باشیم. این فیلدیه که در هستی وجود داره. حالا در بیناها در بیکرانگی یا در فیلدی که تمام بودها در حال وایبریشن هستن یا در هستی ما که این فیلد وجود داره و باعث به وجود اومدن جرم میشه، یعنی اصلا باعث هستی میشه، خب این تخمه زاینده است، این تازه خودش یه پارتیکله، اسمشو گذاشتن هیس پارتیکل، خودش یه پارتیکله جدا از اون 16 پارتیکل که باعث ریکاگنایز کردن پارتیکل های دیگه میشه، یعنی خود خدا. خب تخمه زاینده، پس خدا موجوده کی و کره خری و کودکی و یا گنده ای در آسمان و این ور اون ور رو پشت میکنه و چیز میکنه و از خودش کثافت بیرون میکنه و فلان میکنه و بشر رو به قعر زمین میندازه و فلان میکنه، این هم نیست، حالتا این چیزی که همیشه انرژی که همیشه بوده هست و خواهد بود، انرژی در حال ویبریشنه، مثل ما هم فکر نمیکنه، موجوده کی هم نیست، is elemental vibrating universe، از بین نخواهد رفت، از به وجود نمیاد، همینی که هست به قول معروف vibrating energy. خب این هیگز بوزون همون سترینگ در واقع همون سترینگ میشه اسمش رو بزنیم، میشه گفت من دارم هنوز این رابطه اینا رو با هم دارم نگاه میکنم ولی
بله string theory یک قدم نزدیکتر شد به اثباتش، اون چیزی که منتظرش بودیم اثبات شد، ولی ما هنوز یه سری کارهای دیگه داریم که هایپر یونیورس یعنی خارج از جهان اون باز شده ما، استرینگ ها اونجا چگونه ویبریت میکنن، یعنی یه چیزی شاید مثل هیگز بوزن اونجا باید پیدا بکنیم که مطمئنن همین گونه است، چون جهان تکرار همین میکروکازم و ماکروکازم، ماکروکازم و میکروکازم، یعنی اون بزرگ و کوچک، بی‌نهایت کوچک و بی‌نهایت بزرگ، اینا در حال اینتراکشن با هم هستن. این در جهان توی توی بندهش ما میگیم از بیکرانگی کرانمندی زاده شد و در کرانمندی اهورا ماس دا، اون ماس فراوانی، اون بی نهایت، اون عظمت، اون داده شده، اون دانش بیکران، یا همین چیزی که امروز هیگز بوزن اسمش میگه، اون فیلدی که همه چی رو تست میکنه، یعنی فشار میده در مقابل این ذرات و اون رو ایدنتیفای میکنه. پس موجودکی نیست، پس یه فورس در مقابل یه فورس دیگه با اینتراکشنشون همدیگر ایدنتیفای میکنن که چیه، دیالکتیک برای شما روشن میشه که کاز اند افکت، که تضاد هیدروژن و اکسیژن آب رو وجود میاره، نه موجودکی در خارج از هیدروژن و اکسیژن. افسون بنی که در دندهش از تمام این دانش ها به صورت خیلی فشرده سخن میگه، بیکرانگی و کرانمندی، در مورد همین چیزی که گفتین هم سخن میگه که ما و انسان ها مکروکازمی از یک مکروکازم بزرگتر هستند. خیلی بسیار جالبه. دقیقاً این گونه است. حالا پرسش اساسی من در این که بر روی ما میرسیم به نزدیکتر میشیم به string theory و اینکه string به صلاح جهان هستی از string هایی تشکیل میشن که ممکن همین بوزن هیگز بوزن باشن و که به هشت نوع در واقع ویبریت میکنن و این ما رو خیلی نزدیک میکنه به هشت مرحله پردیسی و اینکه هشتا هشتا هرچی هم بیشه اون به صلاح عدد 24 که خیلی در این فرمول های ریاضی خودشو نشون میده بودای بعدیه بعد از دهتا. بله. و اینکه به هر روی این کش یعنی به دست آره دو هفت میشه 14 عبده هم. بله. که ده دیمشن اول 24 گفته شده در فرهنگ ایران. خب اینا رو فردوسی هم حس کرده بوده، خب اینا رو که پیدا کرده ما در کتاب هایی که ما مخفی کرده بودیم و جودا ندوزیده بودن اسکندر ندوزیده بودن، دقیقا که میدونین خودتون بهش میگم modular function، این عدد 24 خودشو نشون میده که چون همه چیز ریاضیه، اصلا وجود ما ریاضیه، وجود ما همین عداده، وجود هستی خود این عداده، نه عداد به صورت به صلاح چیزیش ذهنیش، بلکه عداد به صورت ریاضیش و رابطه آخشه شناسی، رابطه حرکت هم دیالکتیکی که ما آخشه شناسی زمین ایرانیان پای گذاشتن روی زمین، بعد هگل دوباره اسمش رو دیالکتیک گذاشت. برای ما به استرینگ تئوری نزدیک میشیم و خیلی به صلاح جزئیات و چیزهایی داری که بعد نگاه کرد بشت، ولی پرسش اساسی ماست که ما داریم به Unified Field of Unification در واقع نزدیک میشه، اون چهار نیرویی که قراره هم دیگر رو در یک فرمول با هم یکی بشن به هستی ما رو در واقع توضیح بدن. بس بگیم پنج تا برای اینکه میتونیم این Dark Force رو جزوش بذاریم و برابطه این Higgs Field رو با دارک فورس ما به زودی احتمالا اینا مطرح خواهند کرد. فراموش نکنید که بی نهایت اطلاعات داده شده و از همین تست آخری که توی هایدرون کلایدر شده اطلاعات این را زیاده که هزاران دانشمند و چند هزار سوپر کامپیوتر رو در سطح سر دنیا برست کردن در کشورهای مختلف که دارن روی این تجزیه تحلیل این اثرات این آخرین کلایدی که کردن که با دقت انجام گرفت و بسیار پیروزمندانه هم انجام گرفت، برای اینکه اینقدر این کار پرسیژن و دقیقه و انرژی از فراوانی در اینا سرعت دادن به اینها و اینقدر پیچیده است که این یکی از دستاوردهای بزرگ قرن بیست و بیست و یکم، یعنی
که خب اکثر چیزهای جدید تو این قرن تو ببین مخصوصا در این 40-50 سال آخر این یک جهش. من یه عکس دیگه هم پیدا کنم که دوستان خسته نشن، من یه عکس دیگه هم پیدا کنم. بله اول این آقای هیگز رو نشون بدید. بله آقای هیگز ایشون هستن که کدبان هیگز مقاومت کردن دانشگاه جودی در مقابلشون تا بالاخره این ذره شکفته شد. البته من با تأخیر عکس جسه بعدیشو اگه من میخواییم من سلاید شو بکنم اگه با بعضیشون رو چون یه عکس های بی ربطی هم هست واسه برای باش برم. خب کردم من این سلاید شو کردم. خب میبینید دوستان کلایت کردن این پارتیکل ها دو تا الکترون که با هم برخورد، ببینید دستگاه هایی رو که شتاب دهنده رو میبینید، اون آدم پایین میبینید که اون آدم پایین چه کوچولو در مقابل این دستگاه عظیم شتاب دهنده و تونل هایی رو که الکترون و پروتون درش شتاب داده میشه میبینید. برای اینجا به زودی خواهید دید که ذرات که به هم میخورن چگونه باز میشن و سب اتمیک پارتیکل ها که کوچکتر ذرات هستی هستن دیده میشن. البته صحبت من سینک نیست احتمالا با اکسا، ولی میرسید یه جایی که مقدار سوراخ در هوا میبینید، این مالتی دیمنشنال یونیورس رو داره نشون میده. این هم کلادی مادل شیش بوده دیگه. بله درنده میرسن بهش، یه جا میرسن که زیر زمین نشون میده که اون کلادی در زیر زمین چگونه حفظ شده. بله خب من اصفانه چون نمیدونه با کجا نشون داده میشه توضیح رو اکثر فراوان نمیتونم بوده. آها من از چیز الان دارم از تبلت دارم میبینم. خیلی خوب، خب حالا بهتر میتونم توضیح بدم. بله اینجا رسیدیم به اولین گالکسی ها ایجاد شده. انشتن رو میبینید که این اولین بحث رو باز کرد، مستر انشتن رایتینگ هی استاف آن ده بورد رلاتیویتی رو داشت مینوشت، مالتی دیمنشنال یونیورس و حرکت پارتیکل ها. بله ولی من میدونم که اکسای من سریع‌تر اینجا عوض میده، اینجا یواشتر میاد. دارم کدوان دیگه از سینک هستیم یا نه ستاپ شده. آه این ستاپ شده. بله به حال دوستان اکسای رو نگاه کنن انجوی کنن. من اصلا سینک نیستم، اینم ساب اتمیک پارتیکل ها و آخر بهش میرسن. من زودتر میگم اول میگم چی بهش میرسن، بعد شما میرسیم ساب اتمیک پارتیکل ها خواهید دید، دستگاه های هایدرون کلایدر خواهید دید، دستگاه های زیر زمین هایدرون کلایدر خواهید دید. انفجارات پایه‌ای چیزی شبیه بیگ بنگ، مکروکازم بیگ بنگ رو خواهید دید، چون بیگ بنگ هم چیزی شبیه همین بوده در سکیل بسیار ماس فراوان. ملکی وی گالکسی رو خواهید دید، بهتون میرسه. ما اکثر چون من دارم پخش میکنم دیرتر به شما میرسه. برخورد دو یونیورس رو خواهید دید یا حتی و
در نهایت عکس ها برگشت آقای هیگز رو خواهید دید، انشتن و تایم سپیس، انشتن تایم سپیس رو خواهید دید که چگونه گراویتی روی تایم و سپیس بند میکنه، سترینگ ها رو خواهید دید که به صورت وایبریت خواهید میکنن. بله اونا ساب اتمیک پارتیکلز ها بودن. کدوم ها؟ رد شدیم. شما این چیزی شبیه دایره چیز رو خواهدید؟ گردونی مهر رو خواهدید که بعد آنایتا گردونی مهر رو پشتش گذاشتی که ببینید که ما پرسپشن ما از یونیورس درست بوده که هستی. این کهکشان ها به همین شکل چرخش میکنن، گردونی مهر یا به زبان سانسکریت سواستیکا، همونی که هیتلر ملعون ازش سوء استفاده کرد و دودا بهش یاد دادن که اینو بذار که باید خرابش کنن. چیز مرم که دزدیدن اون ستاره داوود آشغالشون، من دیدم توی تمام چیزای باستانی هنده بله که همه چی رو میدزدن. بعد خواهید رسید به جایی که به سرا خیلی از دستگاه ها هجان کلاید داره باز خواهید بکنم یه دور زد و اون فیلدی که نشون میده که به صورت دایره است الان اونجا نمیدونم کلی فهم کنم خود سر لابراتوری مثلا که در سوئیس و سناتور هم نشون میده. بله چون ما سینک نیستیم دوستان با عکس ها، ما پوزش میخوایم، ولی این خواستم شما یه مقدار از این دستگاه ها رو ببینید که چطور دوتا، برای اینکه ما دوتا الکترون رو دوتا پروتون رو شتاب بدیم، دو تا پروتون فقط شتاب بدیم، چقدر دستگاه احتیاج داریم و این خودتا یا این هسته زاینده هسته‌ای که امروز ثابت شد پس موجوده که لازم نیست تا هستی به وجود بیاد، نه تنها هستی، ماده یا هر چی دیگه نه. یا تایم هر کدوم اینا، چون رابطه تایم همون سپیس همون باز شدن این ذرات در داخل هایپر سپیس، در داخل یک پدیده دیگری که ما بی ارتباط باش هستیم در این لحظه حد اقل. البته اگه ما بند بکنیم میتونیم از این ور به اون برش بینیم، از هر جا دیسپیر بشیم، در هر جا که میخوایم بیرون بیان. اینها این بیکرانگی ذهن ما اینه که خطر ایجاد کرده بوده برای به اصطلاح موجودات شکم زیر شکمی، به همین دلیل اونا اومدن موجودکی ساختن بعدش کردن تو آسمان و گفتن شما نوکر ما باشید، چون اون اگه هر کار بگی شما باید انجام بدین، سر بچه‌تون ببره هر کار بکنه، به دستور ماها این کار بکنه و در چه پول و زندگی و جان و مال مردمان رو تصاحب بکنن. به این دلیل مذاهب و خدای ابله یا خدا که نه، یا الیهوه و الهوه و الوخیم و اون کسافت ساختن به سرا یهودی و عربا و فلان اینها. و ولی فرهنگ دانش ایران چه کار کرد؟ گفت که هستی که خود یک تخمه زاینده است، خود از خود به وجود میاد و خود میمیره و دوباره فراپویی میکنه و خود در از خود زنده میشه. افسانه سیما هم همینه که آتش میگیره و در از خاک کسر خیش بنا میشه. این درست به ما در یاد میده که فرهنگ ایران که همه چیز از خود زاده میشه، ناامیدی و تسری خوری رو اجنبی های ابله مریض روانی در شما ایجاد کردن که گیره بابا همه چی در کنترل ایناست و تسلیم به سر زور پست ابلهانه بیچار گونه اینها بشید و این از این وقت چون این ترس و بر شما ترس و ناامیدی و غلبه کرد، اونا جان و تن و خانواده و مادر و شما رو به قول معروف تکوه بکنن، صاحب بشن کشور شما رو. چون میبینید که تو این کانال اصلا صحبتی از استقلال نیست، در این 30-40 سال چرا میخوان دوباره شما رو تصاحب کنن، همین توراتی ها، همین آشغال ها، به سرا همین آدم قرآن دانی و ساختن این خداوکاشون یا این موجودکایی که ما ایرانی ها میگیم خدا، اونا که نمیگن و متاسفانه اسم خدا کثیف میشه ما چون باجه خدا است از فرهنگ پارسی زند یا سانسکریت. اینه که پس فراموش نکنید که باجه خدا حالا کم کم در ذهن شما باید روشن بشه که انرژی تابانی که از بی نهایت
بی نهایت هم اینه موجودکی دیگه لازم نیست بسازتش، چون اون موجودک رو کی ساخته؟ هر کی به شما اینو گفت بگیم موجودک رو کی ساخته که بیاد این همه آشغال بسازه؟ در این چه تایم سپیس ها و این تغییراتی که صورت میگیره، باز شدن هستی، بیگ بنگ ها، اینفینیت بیگ بنگ، اینا همه در حال حرکت فور ایور، از بی نهایتی. تایم هیچ وقت شروع نشده، هیچ وقت هم تموم نخواهد شد. تایم ما در داخل ما، در داخل این توپ ما، 13.7 میلیون سال پیش از زیرو، لیمیت زیرو شروع باز شدن کرده، این تایمی که شما اکسپریانس میکنین، همین تایم رو راحت میشه شکست داد. شما کافی تبدیل فوتون به سرعت نور حرکت بکنید، تایم با میشه برای شما. اگر هم بیشتر بخواب از بیشتر سرعت نور حرکت بکنید، این تایمه در مقابل شما به صدا تعظیم میکنه، خم میشه، شما یه سوراخ ایجاد میکنید از این ورش به اون ورش، از تایم عبور میکنید، میرید در هر یونیورسی که بخواد میتونید بوجود، یعنی تایم شکسته میشه. تایم ما موقعی که با سرعت نور بیش از نور حرکت کنیم بند میکنه و ما میتونیم در جای دیساپیر بشیم و در جای دیگه اپیر بشیم یا به وجود بیام. حالا این رو کی میتونیم کنترل بکنیم و به اونجا برسیم؟ زمانی که آدم خوران شکم زیر شکمی دست از سر ما بردارن و دست از به سر از این که آلتشون رو در مغزشون گذاشتن و شکمشون رو در به قول معروف کورتکسشون چپاندن، دست از سر بشریت، کره زمین، بی نهایت عظمت بردارن این آشغال ها و اجازه بدن که هستی و بشر و بقیه موجودات بتونن به این دستاوردها با آزادگی دست پیدا کنن، اقتصاد آزاد بشه، از دستی آدم خورن در بیا، استثمار انسان از انسان توقف پیدا بکنه، اون وقت انسان دوباره با سرعت نور شروع به پیشرفت میکنه. یعنی ممکنه دفعه یک دفعه 10 یا 100 یا 50 سال انسان بتونه خودش رو تبدیل به انرژی بکنه، یا انرژی بتونه کارنت بکنه که با اون به هر جا که میخواد سفر کنه. و چون ultimate happiness یعنی بی نهایت شادی برای مردمان، که ما اون کانسپتش رو برای جهانیان باز کردیم، چیه؟ از ultimate freedom، یا از آزادی نهایت میاد، یعنی آزادی که انسان تضادش با انسان دیگر یا با زمین یا با حیوانات یا با خوراک یا با قاپیدن لقمه از دهان دیگران نباشه. انسان تضادش پیدا کردن تایم سپیس، بی نهایت یونیورس و بی نهایت آزادی، یعنی بخواد به بی نهایت سفر کنه، یعنی ultimate freedom بی نهایت، نهایت آزادی، نهایت شادیه. اینی که ما پردیس و روی زمین رو درست کردیم با تقسیم کار به جای استثمار انسان از انسان که آدم خورا درست میکردن در اطراف ما، یا تازیگری، حمله به آریایی ها، ما تقسیم کار و تقسیم دانش، پیدا کردن دانش و اون رو در اختیار بشر قرار دادن و همکاری انسان در پیدا کردن، حل کردن تضادهای روی زمین، پیدا کردن خوراک، دانش و اهر، هستی، تکامل، همکاری، پیچیدگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و رفتن به بی نهایت. ولی چیزی که جلوشی گرفت در این 4-5 سال اخیر، کسانی به اسم تازیان، آدم خوران، توراتی ها، فاحشگان، اینا که اومدن حمله کردن به بشر و به اصطلاح گفتن که شما نمیتونید، شما مأمور ما هستید، باید خمشید ما سوارتون بشیم. و دانشمنده خودشون هم سر کار گذاشتن، مثلا همین آخریش که هاکینز باشه اجازه نداد این آزمایش به طور گسترده تر چه سال پیش این کار هم تونست انجام بده. الان احتمالا خیلی ناراحت هم که این تخمه خودزه در واقع موجودیتش پیدا شده. بله، خدا پیدا شده. فهمیدیم که یه فورس آقای جیز گو هیگز گو که مثلا اشتر میگو بابا یه فورس دیگه مثلا. حالا اینا ناراحته، هی اون دست کسافت یهوه رو که اون آشغال کرده توی آسمون میکلانج اونجا کشیده، این مدفوع رو هی میچسبونن به این دست، این کسافت رو میاد با اون ناخونش و انگشت کسافتش میاد میچسبه به ذره با آدم، به ذره بوزان هم اونجا میزن بعد پارتیکل بسپن. جونم میگم الله و اصغر، الله اکبر که میگم بابا این خدا چقدر کوچیکه، چقدر
چقدر دکتر زن چقدر زحمت داشت که ببینیمش واقعا. این تصویری که نشون دادی خب مکسنس میکنه دیگه. این به هر حال حالا بله. من سوال دارم ازت این صحبتی که میکردی و اینها. بله. این مسئله جرم خیلی برای من چیزی جالب توجه ازم بزرگ شما. این هاکینز اومد یه تئوری رو مطرح کرد که تمام یونیورس از هیچی درست شده. بعد اگه بخوایم این اتم رو بشکافیم به اون ساب اتمیک پارتیکل، یعنی برسیم به نزدیک صفر، درست یه تمام ذره ناچیزی که در شعر فردوسی هم هست، اونجا که برسیم این میشه همون فیزیک کوانتوم که در یه لحظه هست اپیره، در یه لحظه دیساپیره، یعنی هیچی، یعنی فقط یه نوریه که اون پایین اونجا تشکیل میشه و بعد این به تدریج که میاد بالا. الان شما جرم رو توضیح دادی که چطوری میشه جرم تشکیل میشه. خب اینجا انرژی دیگه، یعنی وقتی جرم رو میشه تبدیل کرد به انرژی طبق اون فرمول انرژی ایکوال ام سی اسکوال، یعنی ماس در ضرب در سرعت نور به توان دو. این برعکسش هم همینه دیگه، برعکسش یعنی خب انرژی تبدیل شده به ماده، یعنی واقعا اگه بخوای در اصل نگاه بکنی ما هیچی نیستیم، یعنی بله ولی ناچیزه. هیچی به معنای ناچیزه. موقعی که میگیم، موقعی که این آقای اومد گفت از هیچی، این کاملا ایجاد چیز میکنه، ایجاد شک میکنه، چون این همون چیزی که سعی کردن تبدیل بکنن. مثلا توی مذاهب ابراهیمی میگن خدا از هیچی همه چی رو درست کرد. این چیزی که ایجاد میکنه، اشتباهی که در ذهن کودک مخصوصا یا انسان ایجاد میکنه، یا انسانی که فکرش ترین نشده که هیچی رو بتونه تصور بکنه، هیچ چیز وجود نداره. در نتیجه هر چه که هست هستیه. و کاملا اشتباه است که در مثلا یه فلسفه‌ای بخواد در ذهن یه بچه بیاد بگه که موجوده که اومد از هیچی همه چی رو درست کرد. این آقا هم که میگه از هیچی دنیا درست شده، دست داره کمک میکنه به جودا، به سراب این تورات یا این کسافت هایی که میخوان مسیحیت و اسلام و جهودیت رو زمین نگه دارن و هی بخورن از این بشر ابله، هی بخورن، چون هنون برای یا مسیحیان یا جهودان یا مسلمانان بشر اکثر مردمان رو ابله نگه داشتن با میدیاشون و اینا. اینم که دانشمندی میاد اینو میگه، انسان معمولی فکر میکنه واقعا هیچی هم چیزی سید. مثلا تو قرآن و تورات نوشته از هیچی اون موجوده که در صورتی که هیچی چون نمیتونه وجود داشته باشه، این اصطلاح رو یه دانشمند نمیتونه به کار ببره. چیزی که به کار میتونه ببره کلمه‌ای که فردوسی از فرهنگ از دانش ایران یاد میگیره، از ناچیز. همه چیز از ناچیز داده شده. اون شعرش میگه که ناچیز چیز آفرید، که یز دان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی انرژی توانایی آمد پدید. یعنی پدیدار شدن انرژی در هستی به وسیله یز دان، دانش بزرگ، اون دانشی که اون فورسی که در هستی، الان حالا اسمشو هیگز بوزون میذاریم، اون فورسی که در مقابل فورسای دیگه قرار میگیره و اینا ایدنتیفای میکنن، باعث این تلاطم میشه که ما بتونیم حس بکنیم، جرم رو حس بکنیم، تایم رو حس بکنیم، در واقع باعث هویت بخشیدن به ذرات میشه، به هم دیگه میشه. ببینید یه شعر دیگه هست، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. من این تاریخشو نمیدونم، این قبل از فردوسی بوده، مولوی بوده برای اینکه پیش از تو فرهنگ ما ایرانیان، نه مولوی هم یکی از همین ندیم، مولانا بوده نمیدونم. به هر حال هر چیز که بعد از حمله توراتی های مسلمان و حمله به اصطلاح اسلام، جود و عرب به ایران، اینا هرچی که باقی مونده بود همه چی رو از بین بردن، هرچی که باقی مونده بود به عربی ترجمه کردن این کسافات
به کمک ما ایرانیان خائن، یعنی ایرانیان حالا یهودی یا فرصت طلب، و اینا رو بغداد رو کردن مرکز ودا اون دانش، و از ایرانی ها سوء استفاده میکنن، و از ایرانی ها خودفروش هم اونجا که دانشمندان دیگه بی سر پا اون موقع ساخته شدن، دانشمندان دیگه که پیوندی با هستی ندارن، چون دانشمند واقعی هم دانشمند هم انسان هم فیلسوف هم بزرگوار، از همه چیز رو میدونه. دانشمند نمیتونه فقط در یه رشته تخصص، اون چیزی که امروز بهش میگن ساینتیست یعنی یه ابله نادانه، غیر از یه تعداد خیلی کمشون که فرهنگ آریایی رو شناخت بکنن، بدونن که همه جانبه همه چی رو بفهمن. اینا اومدن توی بغداد این مرکز رو درست کردن و کتاب‌های ایرانی رو به طور کامل از بین بردن، بعضی که ترجمه کردم چیزایی که باقی مونده بود به عربی ترجمه کردن، همین ملاست یعنی the Jewish was که اومدن ترجمه کردن به عربی و اگزیلارکا و اینا، و کتاب‌های ایرانی رو به طور کامل چه به زبان پهلوی، چه به زبان زند باستان، چه به زبان سانسکریت و هر زبانی که بود از بین برد، و اونایی که دزدیدن و اینها که به جای خود بردن به یونان و روم، به اصطلاح بعد در دست ارسطو، اونها به جای خود. و اینها رو بعدن سوال کدمان راجع به ذره بشکافی اینا بعدن که به عربی ترجمه بود، دوباره یه تعداد از ایرانیان تونستن بخشی از این جریانات رو که مونده بود متوجه بشن، که ما بارها گفتیم در بندش در تفکر باستان، در چیزهایی که خود فردوسی میگه به من رسید، من هرچه نوشتم از اون چیزهایی که از باستان ما پنهان کرده بودیم، یعنی شما 10,000 سال، 15,000 سال، 12,000 سال، 8,000 سال، 6,000 سال، مثل چند دلیل وجود داره که ما خیلی اطلاعات در این مورد داشتیم، مثلا همین زنا چیز آفرین، چهره فردوسی، یا همین این شعر دل هر ذره را که بشکافی، یا تاریخ نوروز دکتر زن. اینا ببین این نشون میده این نوروزی که بی خود نمیشه حساب کرد، که تا ندونی که این کرات در آسمان معلقن، دور هم میگردن، گردش جریان کره زمین و دور خودش و دور خورشید، اینا ندونی اون زمان نوروز رو نمیتونی محاسبه کنی. ببین خودش اینا تمام دلیل الان میتونی بریم ادعا کنی برو الان ما میدونستیم ما تقلب کردیم. این بزرگ قامتان کوپرنیک تکشف کرد. این من یاد مشیری انداختیم، من این تاریخ از جلساتی که مشیری اینجا در اورنج کانتی داشت سالها پیش، الان این موضوع که بهت میگم چند تا از اقوام من هم در اون جلسه بودن، و من این سوال ازش کردم، گفتم آقای مشیری این دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، این ربطی داره به جریان اتم و این حرفا؟ گفت نه بابا، اینجوری یه چیزی گفته این شاعره، شانسی گفته. الان با صحبت‌های شما میگه نه بابا شانسی نبوده، ما خیلی بیشتر از اینا میدونستیم. که با شما نگاه کنید در همین چند قرن اخیر که اینا کوپرنیک و گالیله و از این صحبت ها، حالا ما حتی اگه بگیم خیام چند قرن پیش هم ول کنیم، همه خواجه نصیر الدین طوسی 200 سال دست کم از این کوپرنیک و اینا عقبتر، یعنی جلوتر، چیش میگن زودتر این مسئله رو مطرح کرده و محاسبات و اینا. خواجه نصیر الدین طوسی رو اینا نادیده میگن، خیام هم نادیده میگیرن، بعد دیگه فردوسی و تمام فرهنگ 10,000 سال ایران اصلا بمانند. ما میگیم شما کتاب ها رو سوزوندین، ما هم قبول کردیم که اصلا همچی چیزی وجود نداشته، فرهنگ انسان 20,000 ساله نیست، مال آریایی هم نیست، مال شما آدم خوران جوده که شما بعد حمله به ایران شما پیدا کردین. خب اگه اینطوریه پس حداقل خب فلان شد خیام و خواجه نصیر الدین رو که تمام محاسبات فضایی و ریاضی رو کردن چی پر؟ دوست زنان قرن دست رو شدنه دیگه، اینا گندش در آوردن. گالیله رو خب دیگه الان دیگه اینترنت هست، همه میدونن که اینو ما میدونستیم قبل از گالیله. بله الان دیگه اینا دروغاشون داره رو میشه، این کتابای دانشگاهیشون رو باید عوض کنن دیگه، نباید بیان توی مدارس توی دانشگاه ها صحبت از گالیله بکنن که گالیله
درک کرد که کره زمین تازه گرده، یعنی هیچ چی دیگه نمیدونسته. یعنی واقعا اینا انقدر پر رو هستن به قول معروف که با این که به صورت سیستم اینترنت و اینها وجود داره و اطلاعات و دانش خیلی سریع به همه جا و هم دیگه میرسه، هنوز که هنوز اونایی که بلنگو دستشونه از رو نمیرن و همون بلاحت قدیمی رو ادامه میدن. خب حالا دانشگاه ها اونا که میدونیم در دست خود سیستم جهانخوار به صورت توراتی هست که کوریکلومش رو عوض نمی کنه و آپدیت نمی کنه، مگر چندی مثلا تک و توکی دانشمنده و واقعی مثلا بیرون میان و مقایلشون رو مطرح می کنه. ولی این اونهایی که مثل امثال مشیری اونها که میان مرتب هر چقدر هم که میگیم، هر چقدر هم که به گوششون مطمئنن میرسته اینا دست بر نمیدارم. من امیدم دیگه چی باید دکتر سن این اوسپیان تمام برنامه های ما رو میبینی از صحبتاش پیدا بود باور کن حرفای شما رو میزد، صحبت توته سکوت و اینا رو من غیر از شما نشنیده بودم کسی بگی. این داشت راجع به توته سکوت صحبت میکرد. دکتر چند دقیقه رفتی خیلی جالب بود برنامه شون بعدی کرد و من اگزبت از برنامه تون رو دیدم، هنوز وقت نکردم همش رو ببینم، ولی خیلی خیلی به نظر میسته الان دکتر رفته روی خط دیگه ای. ولی اگه اشتباه نکنم برنامه این هفته شون خیلی کانتروورشن بود. بله خیلی جالب بود حرفای عجیب غریب. این که اومد اصلا خانه خدا مکه رو گفتش که مال مسلمان ها نیست، مال حضرت خانه کعبه اصلا مال حضرت محمد نیست، مال حضرت آدمه. عجب باور کنیم آقاسی این دفعه دیگه نمیدونی چه حرف نمیزد. مثل این که از قرار معلوم اون برنامه هفته پیششون که اینقدر در ستایش اسرائیل و به اصطلاح اون مراکز مذهبیشون و اینها فیلم ها و عکس های رو نشون میدادن، این دفعه پیش مثل اینکه کعبه رو نشون میدادن و احتمالا بهشون اعتراض شده که چرا همش مراکز مذهبی اسرائیل رو نشون دادن. البته کعبه هم که خب مال خود همون همسران جهود و اگزیلاک و امیوک و اینها همه اونجا بودن دیگه. خیلی زیاده بانو آناهیتا اینا این به حالا ما یکی از اینا هستیم، خیلی ها هستن که از این برنامه انتقاد میکنن و به گوش اینا میرسه، بعد مجبور هستن که خب بیان یه حرفایی رو بزنن. بله بسیار عالی. من فکر کنم دکتر تلفن الان شب میزنه، من یه سوال دیگه ازش دارم اگه خودشو برسونه. بله شما سوالتون رو مطرح کنید. سوال من این مسئله عدد 24 بود و این ربطش به اون ابر 10 و 7 این شعر رو من میخوام یه بار دیگه بشنوم چی گفته اونجا. فردوسی گفته ابر 10 و 2 7 شد کت خود. اجازه بدین این ببینم این یعنی چی ابر 10. خب یعنی ابر 10 و 2 میشه 12 درسته؟ نه ابر و 2 7 ابر 10 دو کس از طرف دیگه بگو متوجه نشدم ببخشید عزیزم. ابر 10 و 2 تا 7 بله این 2 7 میشه 14. شعر چی میگه ابر 10 و 2 7 شد کت خدای ابر 10 و 2 7 بله میشه ابر 10 آره دیگه 10 و 20 و 10 و 14 میشه 24. بله ادامهش میگه گرفتند هر یک سزاوار جای، یعنی اون ده ابر ده اون ده دیمنشن ابر بالاترین ده دیمنشن اولی که سخنش در استرینگ تیوری داره میره و اون دو هفتش هم که خب چهارده میشه اون دیمنشنالی که بعد از اینا طبق محاسبات ریاضی خودشون قرار گرفتن. یعنی این اعداد یه طوری الان مثلا در این محاسبات ریاضی اگه همین جوری ازش روش رد نشیم ابر ده و دو هفت بله. باید حتما حالا من نمیدونم محاسبات ریاضی چیه حتما تو این محاسبات نشون میده خیلی حرفه دکتر زن خیلی دقیقه. یعنی بله. یعنی این چاره ای نیست تو محاسبات ریاضی امروز میبینیم چاره ای نیست. به همین دلیل ما منتظر هیگز بوزان بودیم میدیدیم که اگر این نباشه things that is work فرمولی که ما این 16 تا پارتیکل رو پیدا کرده بودیم که جا هستی رو ساخته این که یعنی تمام اتم ها از اونا به وجود میاد پروتون نوترون می دیدیم اصلا این فرمول یک فرمولی نزدیک
13 صفحه است و اینقدر جنبل و آشغال توش هست که اصلا دیوانه کننده است این فرمول که ما بخوایم این محاسبه بکنیم که اینا در چه شرایطی اینا ممکنه با هم اینتراکت میکنن که اینا بتونن با هم بچسبن پروتون رو درست کنن. در نتیجه این آقای بدبخت هیگز گفت آقا اصلا اینطوری نیست، اینها خیلی جاهای این فرمول سوراخ داشت که هنوز میگفتن هوپفولی ما سوراخش پر کنیم. اینها طبق یک فرمول ساده، یک ایکویژن ساده قابل حله. گفتن چیه؟ گفت یه فضایی که در مقابل این فضا این پارتیکل ها رزیستنس ایجاد میکنه، یک فورس، یک فیلد، یک خودش یه پارتیکل، اسمش هم به شوخی گفت گاد پارتیکل، the one that you know makes things work. و بعد اصلا مسخرهش کردن دانشگاه، نذاشتن اصلا این تئوریش مطرح بشه. من فهم کنم در مورد این شعر اول ده و دو هفت شد کت خدا گرفتند هر یک سزاوار جا. بله. این ده دیمیشن که ابر هستن، بالاترین هستن، اصلی هستن، جای خودشونو گرفتن، همون چیزی که الان میبینیم. میبینیم که از این بود، از این بود بود راحت نمیتونن اصلا حرکت کنیم، جای خودشونو سزاوار گرفتن. نه تنها راحت نمیتونیم حرکت کنیم، امروز از نظر فرمول ریاضی فعلا ایمپاسیبله که ما بتونیم از این بود به اون بود بدیم، بجز اون که ما تایم رو بتونیم بند کنیم، یعنی تایم رو خم کنیم که انرژی بالای سرعت نور احتیاج داریم که میره توی سری جهنات دیگه ای که بسیار زیبا. ولی نکته اساسی سزاوار جا که هر یک سر جای خودشون بودن. خیلی جالبه دکتر زن، این واقعا این بله. شعر خیلی خیلی مسئله این که خودشون قرار گرفتن. هربان یک نکته دیگه هم بهتون بگم، شخصی که یکی از افرادی که در این بسیار سرمولی کرده، یه لحظه به من اجازه بدید من این خط رو بگیرم. خواهش میکنم. بله هربان دارم بله این شعر فردوسی بسیار اساسی هست و خیلی بعد اصلا خیلی روش بله. یک شخص بسیار مهمی که در بسیار در این فرمولی کردن استرینگ تیوری نقش داشته همین نیچ واکاکو، دانشمند ژاپنی آمریکایی هست. این در کتاب خودش، در یکی از کتاب‌هاش قشنگ توضیح داده که رسیدن به این ده پاسیبل دیمنشنی که در ریاضیات هست، مثلا فرموله کردن استرینگ تئوری و این عدد 24 رو گفته یک شخص هندی به اسم رامون جان که خیلی فقیری هم بوده، آدم هندی فقیری به اسم دهکوره هند، این به اسم یه جوری تماس گرفته با دانشمنده بزرگ. بعد وقتی که خلاصه میارنش رو با این شروع به کار میکنه، البته زود میمیره این شخص، میبینم در بسیار نوشته هایی که از این شخص رامون جان به جای مونده تمام فرم اصلا unbelievable، مثلا صدها نفر ریاضیدان بشینن به پای این یک نفر با این فرمول های ریاضی که تو دست نوشته هاش پیدا کردن نمیرسه. و دیپلم هم نداشته کدوان این رامون جان، دیپلم هم نداشته. این داستانش رو این آقای میچوکا نکته جالبیش اینه که این رامون جان تمام فرمول های ریاضیش که بسیار زیاد و جالب بوده همیشه با یک عدد 24 روبرو میشن، با یک فرمول 24، و این رو گذاشتن مودولار فانکشن، یعنی هر کاری که میکنی تو ریاضیات این عدد 24 برمیاد. چون وایبریشن امروز توی کانتون میکنی، چه شانسی آوردیم 19 نشد، اگه نه الان اینا شیفت رو گرفته بودن دستشون. جالب اینجاست کدوان این تول استک ها که یه عدد برای خودشون انتخاب میکنن، دقیقا به این دلیله که چون تو ریاضیات آریایی ها در چند ده هزار سال گذشته ما محاسبات ریاضی رو روی اعداد اساسی پیدا میکردیم و ارتباط به قول ما دیمنشن ها و شیوه لول دیمنشن ها چگونه میتونن قرار بگیرن، چطور با هم ممکنه اینتراکت بکنن، اون که فردوسی میگه از دانش هستی، دانش بزرگ از ناچیز آفرید، از ناچیز چیز آفرید، لیمیت آف زیرو، همه چیز در هستی ما پوف شد، بعد میگه آتشی از این پدیدار شد و باز شد و درونش بسرد، قشنگ تمام چیزی که امروز سیستم باز شدن کوانتوم چیز بیگ بنگه.
این بیچاره ببین اگه مثلا بگه همین یه شعر رو همین یه خط شعر رو گفته، میگیم خب ممکنه اتفاقی اینو گفته، ولی تمام اون صفحه اول شاهنامه شعرهایی که گفته تمام مسائل علمیه، مثلا به وجود اومدن کوه ها، متوجه هست؟ یا این که الان شما داری میفرمایی همین دل هر ذره رو چی میگم زناچیز چیز آفرید، اینها تمام از یه مسئله علمی داره در میاد، داره صحبت میکنه، چون تمام اون صفحه، تمام اون 24 5 خط شعری که در صفحه اول شاهنامه نوشته شده، تمام دونه به دونه مسائل علمی امروز داره مطرح میکنه. همینطوری در این زناچیز چیز آفرید، کرونولوژی تکامل روی زمین از کوچک به هسته گیاه، گیاه به حیوانات، به انسان، کرونولوژی دقیقی که تازه در قرن 18 و 19 و 20 شروع کردن راجع بهش حرف زدن به خاطر آرکیالوژی و آنتروپولوژی اینها، و ضمناً اینکه از ناچیز ما رو تازیان توی کتاب‌های مزخرف مذهبیشون به خدا از هیچی، یا خدا که نه، یهوه از هیچی همچی رو درست کرد و فلان اینها، فوت کرد توش و بادش کرد و بچه هم کوها رو میخ زد روی زمین که میخ زمین هوا نره و فلان، مزخرفات رو میبینیم که چیزهایی مثلا یه پیر میراشون از ایرانی ها، مثلا با ایرانی کم سواد صحبت کردن، چیزهایی شنیدن و بعدشان تو کتاباشون عوضش کردن نوشتن، که مثلا عددهایی که ما محاسبات ریاضی میکردیم اینا میگفتن اوکی اگه ایرانی هم 8 کامله، چرا؟ چون همین ضریب 8ه که این مالتیده که انرژی وایبریت میکنه، 8 جهت وایبریت میکنه، که اینا ماجولارهایی که به هم وصل میشه، الان میدونیم چرا این اینجوری بالا میره، 8 و 16 و 24 اینا اینجوری بالا میره، اینا برمیداشتن این ابلهان و یه عددی رو انتخاب میکنن، یه عدد عجیب غریبی، میگفتن بریم مثلا یه عددی مثل 19 یا 17 انتخاب بکنیم که خیلی اختصاصی باشه و ما مثل اونا بشیم، مثل چون عدد 19 به هیچی قابل بخش نیست به جز خودش، ما بگیم ما 19ی هستیم، در نتیجه این میشه کد سیکرت ما، که ما اینقدر مادر به خطا و تمکار و پدر سوخته و به قول معروف چیز ناخون خشک باشیم که به هیچی قابل تقسیم نشیم، هیچی به بشریت ندیم، هیچی از خودمون بیرون، فقط جذب کنیم بخوریم. اونا روی مسائل مریض فرهنگی و روانی یه عددی پیدا میکردن، در این کردن سمبول خودشون، عدد 26 هم مال یهوه، 26 مال یهوه، چیز هم مثل 19 مال بهایی های کسافت آدم خور مریض و عرب، عربا هم دارن، عربا هم 666 هم مال همین جوداست، علامت به صدا اسپریچوال های جدید هم که تایشون به تورات میخوره شده 17، عدد 17، یعنی بختانه 24 ما ثابت شد که درسته، یا درست ثابت میشه، یعنی مسخره بازی کرد و اینا از عددا مسخره بازی در می آوردن، چون می دیدن ما محاسبات ریاضی می کنیم، اینا اینقدر بی شعور و حسود و مریضن دیگه، چون به هر حال شکم دیدی شکمی هن دیگه، آدم خورن و به کپی کارهای ما رو می کردن، ما می گفتیم اهورا زادنش بیکران هستی، اونم می گفته یهوه موجوده که تو آسمون که فوت می کنه و بوگن می ده و در 7 روز دنیا رو درست کنه و در 6 روز دنیا رو درست، یعنی مزخرفیه که اصلا دنیا رو خورده. حالا چرا فرهنگ عظیم ایران بزرگی و دانش جان رو فرا نگرفته، به جاش فرهنگ فوت میکنه، آدم و حوا و ایون آدم و این کثافت ها کره زمین الان دارن باش. چرا؟ چون زور و جنایت و توطئه اینا در چند هزار سال این رو به بشریت یاد داد. حالا از یه طرف دیگه هم به خاطر سود پرستیش مجبور شد جلوی دانش یک کم ول بکنه، که بسیار دانش یه ذره جلو بره، ریاضیات یه ذره جلو بره، حالی یه دفعه دانش منفجر شد، باز شد، خدا مشخص شد همون تخمه زاینده است. این خدا الان در وجود ما، بیلیون ها خدا وجود داره، تریلیون ها حالا دیگه رقمش، بله دیگه درسته. چون هر اتمی رو بخوا بگی تخمه زاینده داره اون اتم، ما تشکیل شدیم از تریلیون ها خدا، بنابراین این که میگن خدا رو در وجود خودت حس بکن، خب این که درسته دیگه، ما دقیقاً بله، ما بی نهایت انرژی هستیم، بی نهایت انرژی که در وجود یک درخت یا حیوان یا سنگ یا گیاه یا انسان
به طور پیچیده‌ای در میگرده به خودش دوباره نگاه میکنه، دوباره به گذشته خودش نگاه میکنه، اون از اون چیزی که به وجود اومدنه نگاه میکنه، میبینه از کانشسنس آگاهی. ما 100 تریلیون اتمیم، هر 100 تریلیون اتم هم فرض کنین صدها سب اتمیک پارتیکل داره، میشه 100 تریلیون سب اتمیک پارتیکل، که این پارتیکل ها یه روزی در همین فضای که از لیمیت آف زیرو باز شد، از حد زیرو، اینم نکته هم یادم رفت بگم که اون زیرو از هیچی نمیشه چیزی درست کرد، اینو قبلا گفتیم، تریلیون ها زیرو رو کنار هم بذارین بازم در هم جبرشون کنید، ضربشون کنید، تقسیمشون کنید، باز میشه صفر، ولی شما حتی بی نهایت زیرو بازم میشه صفر. ولی خود دوتو زن اون نوری که تشکیل به هر حال ببین این یه چیزی هستش که وقتی در فیزیک کوانتوم به اون اپیر شدن و دیساپیر شدن، به هر حال یه جوری اینا میفهمن که این اپیر میشه دیساپیر میشه، این خودش همون ناچیز هست دیگه. دقیقاً لیمیت اف زیرو، لیمیت اف زیرو توی ریاضیات، لیمیت اف زیرو یا ناچیز، همون چیزی که فردوسی گفته، از فرهنگ ایران، از فرهنگی که هنوز نسوخته بود و مخفی کرده بودیم ما، چون مثلا 99% از بین رفته، 99.9% یا حتی بیشتر، همون زمان هم یه ذره ای که باقی مونده تکامل ادامه پیدا میکنه، فراپوش ادامه پیدا میکنه. به هر حال بعد این تخمه زاینده در وجود ما بی نهایت ریخته است، ما فکر میکنیم یک موجودیم در صورتی که فاصله مرزی بین تن ما و بی نهایت وجود ندارد. تمام این ذرات همین چند بیلیون سال پیش در فضا با سرعت نور در حال حرکت بودن و هیگز بوزن به استرا اون فیلدی که ایجاد جرم میکنه، ما تمام اون احساسات در وجود ماست، تمام این خاطرات در وجود ماست، نه در اعصاب ما بلکه در ذره ذره اتم های ما، اگه بخوایم میتونیم به اونا وصل بشیم. و به این دلیله که ما ایرانی ها این رو 10,000 سال پیش میدونستیم که ما کی هست، پیوند داشتیم. چرا باز ذرات رو چرا؟ چون دروغگو نبودیم، چرا شکم زیر شکمی نبودیم، تازی صفت نبودیم، تورات صفت نبودیم، ابله نبودیم. انسان آزاد بدون دست داشتن به این الکترونیک پیچیده امروزی، مثل دستگاه‌های امروزی، میتونه از طریق پرسپشن ذرات خود رو در درون خود رو و در هستی رو پرسیو بکنه. به همین دلیل میبینی که فرهنگ هند هم تمام این اسطوره ها همینا رو داره میگه، میگه از پیچش تایم سپیس، تایم سپیس ما 7,000 سال پیش روش بحث میکردن آریایی ها، از پیچش زمان و مکان در وده ها، در باکواگیتا، در باکواگیتا، اصلا یعنی چیزی نیست که انسان لزومن این تکنولوژی امروز رو داشته باشه. البته ما تکنولوژی پیشرفته داشتیم که از بین رفته، ولی نه تکنولوژی امروز رو. یعنی این تکنولوژی امروزی که با این پیچیدگیش زده به هر حال این آدمخوری، این توراتی ها رو که دنیا رو کنترل کردن و علم کنترل کردن، به هر حال زده شکست و زده اومده بیرون. البته دکتر زده سند داریم که این تکنولوژی رو داشتیم. سندش چیه؟ صفحه اول شاهنامه. سندش چیه؟ از شعرهای خیام، تاریخ نوروز، اینا سند دیگه. واقعا اگه بیان بحث بکنن با ما اینو بذاریم، اینو میخوان چی بگن؟ بله، و استرولاب‌های واسطه اصلا خیام دقیقا محاسبه کرد که سال شمسی یا سال خورشیدی که زمین چقدر طول میکشه دور خورشید یه دور کامل بزنه رو از زمانی که اومد 12345 سال پیش باگذاری کرد. یعنی ما خیام خودمون موقعی که دوباره اینا رو داشت محاسبه میکرد که دقیقا چقدر طول میشه تا یه زمین دور خورشید به چرخه، اون وقت اون طول سگ چیز بوده که فهمیده زمین گرد است و بده گالیله و کوپرنیک بوده. یعنی واقعا پر روی اینها بی نظیره. تازه خود خیام که این محاسبات دوباره رو میکن میگه کیومرث پیشدادی بود که اینا رو محاسبه کرده. چرا از همون کتابایی که دستش رسیدی که هنوز جوده نتونسته بودن بدوزن، عربا نتونسته بودن بسوزونن، باشه دقیقا تاریخ ها رو میگه که کیومرث که کی بوده، هوشنگ کی بوده، دوران جمشیدی کی بوده، یعنی تمام با سالها و مرد پروان اینا کرد من پروان. برای خوشبختانه خب این ذره که پیدا شد، این فیلد که به حال اثبات شد،
دوستان میتونن بزنن تو اینترنت و یه جهش تاریخی این برای این پارتیکل خدا که دیدن خدا این کلایدرا عجب عظمتی داره، چه زحمتی کشیدن رو این که اینو درست کردن. یا این آدم ها که راه میرن تازه آدم نشون مشخص میشه چقدر بزرگه این لوله‌ای که تشکیل دادن و تمام سیم پیچ و چیزای الکترونیکی تمام سیم پیچه و انرژی که اونجا به کار میره در اون لحظه انرژی واقعا عجیب و غریبیه. میگم من دقیقا هنوز من نرفتم دقیق مطالعه بکنم ولی فکر میکنم 70 تراولت 70 تریلیون ولت 70 تریلیون یعنی برق خونه شما 110 ولته. حالا چقدر فشار و چقدر یعنی به چه اندازه این داده میشه که اینا رو سرعت بدن و بعد کلاید کنن بعد اینا رو محاسبه بکنن، یک دستاورد بسیار پیشرفته بشر. این موشکای فش میرن با آسمون و نمیدونم چیز اسطلت میزنن، اینا تکنولوژی عجیب و غریب و پیچیده نیست. نوک پیکان فراپوش جهان تو این دستگاه کلایدره. دکتر زن در کشف این خدا، این گاد پارتیکل، خب ما ایرانی هم سهم داشتیم دیگه. الان اینجا چند تاشون از این دانشگاه ایرانی بودن. بله. ایرانی ها و هندی ها بزرگترین سهم رو داشتن. به اضافه که مطمئن باشین که ادوان از کشورهای دیگه دانشمنده دیگه رو که معرفی میکنن اونا همون هندی و ایرانی هن افتاد. دوتو زنن ما اصلا خداشناس ها رو اگه بخوایی چیز بکنی مشخص بکنی که شما یکی منو آنایدی یکیش منم، این سه نفر اینا خب ما خدا رو شناختیم، این خداست، من اینو قبول دارم، این خدای من. ما اینا رو 10,000 سال پیش میدونستیم به هر حال. ما اونا رو که نمیشناسیم، اینا که من میشناسم فعلا اینا و اون دانشمندی که اون دانشمندایی که اینجا به هر حال به این نتیجه رسیدن. هر حال گفتی مسخرهش کردن یا گفت گاد پارتی که بله الان دیگه ثابت شده دیگه همچین چیزی هست. یه جوری هم شد که اینا خیلی ناراحت بودن و حسود بودن که این جریان یه 40 سالی عقب انداختن، ولی الان هم که بیرون اومده اون دست اون کثافت یهوه رو فلان تو فیلم عکسایی که تو اینترنت میبینه اون دست اون یارو یهوه با حضرت آدم و فلان و اینها رو وقت این چیزو رو این بوزان رو میچپونن وسط دست این دوتا عکس میندازن. یعنی اینا ببین چقدر مریض و پررو، یعنی بشر رو میخوان ابله و بیشعور و مثل خودشون نگه دارن. یه جورایی وصلش میکنن به جیزه زال دوی تو زن. چه کنیم اجازه بده برنامه رو خاتمه بدیم، من باید جایی باشم. من پیش از این که ببندیم یک 2 دقیقه من یک میوزیک ویدیو دارم. بله بفرمایید. میزیک ویدیو میخواد چکار؟ عزیزم با سپاس از شما، برنامه بسیار بسیار پر محتوا و چه تصاویر زیبایی نشون دادید. کوالیتی درود کرد. بله درود فراوان. من باید عینکمو بزنم، چشمم بزنم ببینم آنهایی چی میخواد از من. نگه دیاش نیست، گوشت گوش بدم. اوکی کجاست؟ داس بوک زراتوشترا. آها آهنگ چون این گفت زرتشت رو برای دوستان، برای اینکه این بزرگی جهش در دانش انسان و بالاخره ما ثابت شد که هرچه ما میگفتیم همان است که ما میگفتیم. حالا کوک رو گوشی شنوا دوش زنگ بفهمن هنوز دارن انتقاد میکنن چه کار کنیم دیگه. بله ولی میفهمن بالاخره، باید تکرار کنیم. بله Thank you.
این هم از چنین گفت زرتشت سازنده این موزیکی بوده آقای ریمسکی کورساکوف که نه نه از چون گفت زرتشت هم کی بود؟ بله یادم برم برای دوستان سو داس سپوک زرتشت داس سپوک زرتشت را که اون